فقط مسکنی دیگه. آره چه زنی باشه. شما نظرم می سوزنه به خاطر داروشه. تمام. خب بریم یه کترولاک با یه دونه موندان سترون یه زده تعبا بزنیم. واسه یه خونه همزمان چه این کیمی میدرسته دیگه آلبومی میخوای یه آزمایشگاه زنگ بزن رخت نگن که آقا چیزی گیر این کار های بد نیست. دارتی هم برات میزنم که اذیت نشی. نظر تنویسه گفت اگر آزمایش به چیز باشه برای تعریف میکنه. یک کم دراز بکش بعد بلند شو. خوب سریع بلند نشو. خب بریم یه دیکلوریوسین پرومتازین بزنیم. عزولانی دیکلوریوسین پرومتازین ما دیکلوفناک نه ما هیوسین و پرومتازین رو با هم ترکیب میکنیم چون تداخلی نداره برای اینکه مریض اذیت نشه.
خب سلام همگی، یوسین با چچولاک بریم از رانی تزدیک کنیم. یه کام منکول برداریم، منکول بزنیم. شده؟ بنام بیا. آها داشتی زب میکردی؟ نه اوکیم. هنو نزادم، بزار اول دارم الکول بزار. کمرت گرفته؟ دیسک کمر چیز نداری؟ آه دیسک کمر داره، بری امارای چیزی بشی. خب این یکیش درد داشت؟ خوب بود؟ شل کننده است یه پینسیلین الان آماده است. خب ما پینسیلین میکشیم، پنبرکول هم آماده باشه. شما فاصله زمانی بین کشیدن پینسیلین و تزریق باید خیلی کم باشه. اگه فاصله طولانی باشه باید میشه این نوک سوزن بگیره و موقع تزریق بودی پخش بشه سر صورت. خب این هم من آماده تر یکم باز میکنم انتهاش بعضی موقعی اگه اینکه یکی از تکنیکایی که باید شکلی نگیریم که یه ذرا آماغتر بعدش باید بگیشیم. میگم نهایت 3 سی سی بیشتر نشه، چون هر چقدر حجم دارو بیشتر بشه احتمالی که بگیره خیلی زیاده. بعد فرمکنم که هست آسفیم هم که هست پینسیلین رو باید حتما 90 درجه بزنیم، یادتون باشه حتما آسپیرباد بکنید، حتما آسپیر انجام بدید و بعد به آرامی باید تزریق کنید. دردش هم خودش زیاد هست. حالا ما لیدوکاین نزدیم اینجا، خب ولی لیدوکاین شما نزنید چون عوارض داره. یکم بخواب باید بشه. اینم از تزریق پنی‌سیلین که ما انجام دادیم. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لایک سابسکرایب فراموش نشه و تا یه ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدا بزرگ بسپارم.